با سلام و وقتتان بخیر. با خبر دست و بعد طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سر خدا خدا. از سرگیری پروازهای مستقیم میان کابل و ارومچی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید اکنون پروازهای مسافربری و کارگو هفته یک بار میان کابل و ارومچی انجام خواهد شد. روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشورهای امارات اسلامی افغانستان و کشور جمهوری چین و بین مردم و تجارت ارزش بسیار مهم اقتصادی دارد. نگرانی آمریکا از محدودیت ها بر بانوان در افغانستان. وزارت خارجه آمریکا گفته است تا هنگامی که محدودیت ها بر بانوان در افغانستان برطرف نشوند، حکومت سرپرست را بر رسمیت نخواهند شناخت. ما می دانیم که طالبان به دنبال این موضوع هستند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و تا زمانی که آنان به سرکوب زنان و مردم کشور خود ادامه بدهند، دستیابی به این امر بسیار دشوار است. خواست‌ها بر آزادسازی پل‌های منجمد شده. نماینده دائمی پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان برداشتن تحریم‌ها بر افغانستان شده. جهان نمیتواند اجازه دهد که مردم افغانستان به فقر طولانی مدت دچار شوند. اقتصاد افغانستان باید به سرعت از طریق آزادسازی دارایی‌های این کشور احیا شود. یکی از عوامل اصلی فقر در افغانستان منجمد ماندن دارایی مردم افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا است. و جان باختن 4 تن در وزیرستان جنوبی در پاکستان. شب شما بخیر. من حامد بهرام میزبان شما هستم. پروازهای مستقیمیان کابل و ارومچی چین امروز دوباره آغاز شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که پروازها میان چین و افغانستان به علت شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود، ولی اکنون پروازهای مسافربری و کارگو هفته یک بار میان کابل و ارومچی انجام خواهد شد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری آغاز پروازهای کارگو را در افزایش میزان تجارت میان دو کشور مهم میداند. پس از 3 سال توقف، پروازهای مستقیم میان کابل و ارومچی چین از سر گرفته شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که پس از این هفته یک پرواز از کابل به شهر ارومچی چین انجام خواهد شد که در کنار مسافران، کالاهای بازرگانی نیز انتقال خواهند یافت. تأثیر مستقیم بالای رشد اقتصاد کشور، روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشورهای امارات اسلامی افغانستان و کشور جمهوری چین و بین مردم و تجارت ارزش بسیار مهم اقتصادی دارد. در همین حال سفارت چین در کابل اطمینان می‌دهد که در بخش‌های اقتصادی و بازرگانی با افغانستان همکاری می‌کند و برای بازرگانان افغانستان در چین سهولت‌ها فراهم خواهد شد. در حال حاضر زمینه های خوب برای بازرگانان افغان در چین و همین گونه زمینه های خوب برای بازرگانان و سرمایه گذاران چینی در افغانستان فراهم شده است. دولت های دو کشور متحد هستند تا روابط اقتصادی و بازرگانیشان را بیشتر گسترش دهند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری از چین می خواهد که در بخش استخراج معادن افغانستان را یاری رساند. ما همکاری متداوم تجارتی با کشور دوست خود چین هستیم. ما می خواهیم که در معدنیات همراهشان سرمایه گذاری خوب داشته باشیم. ما می خواهیم که سرمایه معدنیات ما در افغانستان ما پروسس کنیم. از سوی هم رئیس عمومی میدان هوایی کابل می گوید که پیش از این دیچک هواپیماها در ترکیه با هزینه 15 تا 17 هزار دلار آمریکایی انجام می شد و در حال حاضر دیچک هواپیما با ارزش 200 هزار دلار آمریکایی در داخل کشور انجام می شود. کم چک د اریانا چې دی چک دلی وس دی خپل په خپل وطن کې کی او په کم پیسو یې کی او په کم وخت کې کی دا مخ کې به دغه چک په ترکیه کې په نورو ممالک کې دا چک کې دی چک الته به تقریبا 8 میاشت 10 میاشت 15 میاشت دا تیاره الته ولاړه وه. رئیس عمومی میدان هوایی کابل آمار می دهد که در یک ماه 90 هزار نفر به شمول 5 هزار اتباع خارجی از میدان هوایی کابل به بیرون از کشور رفتند و 200 پرواز کارگو نیز انجام شده است.
وزارت خارجه آمریکا گفته تا هنگامی که محدودیت ها بر بانوان در افغانستان برطرف نشوند، حکومت سرپرست را به رسمیت نخواهند شناخت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کابل خواسته تا محدودیت ها بر بانوان را پایان بخشد، و زیرا به گفته او دستیابی برای بر رسمیت شناسی بدون این کار دشوار است. اما امارت اسلامی در واکنش به گفته های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که حقوق تمامی شهروندان کشور تأمین است و حکومت سرپرست خواهان روابط رسمی با تمامی کشورهای جهان است. ایالات متحده آمریکا بار دیگر از آنچه محدودیت ها بر عرصه حقوق بشر به ویژه بر بانوان در افغانستان میداند انتقاد میکند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در این کنفرانس خبری میگوید که اگر طالبان خواهان به رسمیت شناختن از سوی جامعه جهانی هستند، باید محدودیت ها بر بانوان را از میان بردارند. ما می دانیم که طالبان به دنبال این موضوع هستند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند، و تا زمانی که آنان به سرکوب زنان و مردم کشور خود ادامه بدهند، دستیابی به این امر بسیار دشوار است. اما معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به گفته های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که در حال حاضر حقوق تمام اتباع کشور نسبت به گذشته تامین شده است. بلال کریمی می افزاید که حکومت سرپرست افغانستان خواهان روابط نیک و رسمی با تمامی کشورهای جهان است، اما نه با بهای زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی و منافع ملی کشور. امارت اسلامی خواهان روابط خوب با تمام کشورها هست، خواهان روابط رسمی و علنی با تمام کشورها هست، ولی نه به ای که ارزش های ما و منافع کشور ما قربانی همین روابط رسمی شود. اما شرط های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی کدام ها هن؟ تشکیل حکومت همشمول، تأمین آزادی بیان و در نظر گرفتن حقوق اقلیت ها و حقوق زنان از جمله معیارهای جامعه جهانی هستند که در این زمینه گام برداشته نشده است. باید مردم افغانستان در نظام خود را حداقل ببینند و از زنان کاملا از حضور اجتماعی حذف نشوند. این در حالی است که حکومت سرپرست با گذشت نزدیک به 2 سال تا هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. اما شماری از کشورها مانند ترکیه، روسیه، ایران، پاکستان، ژاپن و چین در افغانستان فعالیت‌های دیپلماتیک دارند. همزمان با این، اوچا و دفتر سازمان ملل متحد برای زنان گفتند که ممنوعیت زنان از کار سبب کاهش کمک‌های مالی به افغانستان می‌شود. این دونه‌ها در گزارش‌های نگاشتند که کاهش کمک‌های ملل متحد به افغانستان زنان و دختران را بیشتر از دیگران آسیب خواهد زد. از سوی دیگر، مسئول شورای پناهندگان نروژ که با برخی از مقام‌های امارت اسلامی در کندهار دیدار کرده گفته که راهنمودهای کار زنان در نهادهای غیر دولتی به‌زودی نهایی نخواهد شد. اما امارت اسلامی میگوید در حال حاضر زنان در بخشی که نیاز است کار میکنند. دفتر سازمان ملل متحد برای زنان و اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش‌های از ممنوعیت بانوان از کار در نهادهای سازمان ملل متحد نگرانی کردند. دفتر سازمان ملل متحد برای زنان می‌گوید که ممنوعیت بانوان از کار در نهادهای امدادرسان روند کمک رسانی برای زنان و دختران آسیب پذیر را در افغانستان به ویژه در روستاها محدود ساخته است. من کار زنان متأسفانه تأثیرات خیلی نامطلوب را بالای رشد اقتصادی و همچنان افزایش فقر در کشور خود به جا گذاشته. نقش زنان در تولید، در آموزش، در تربیه، در تبابت و همچنان در سایر عرصه‌های اقتصادی بسیار مهم است. در همین حال مسئول شورای پناهندگان نروژ میگوید که 5 ماه پس از ممنوعیت کار زنان در گروه های بشر دوستانه دوباره به افغانستان آمدند. این مقام شورای پناهندگان نروژ پس از دیدار با برخی از مقام های امارت اسلامی میگوید که طالبان به آنان گفته است که راهکارهای وجود خواهد داشت که کار و آموزش بانوان را امکان پذیر می کند. ما در ابتدا توافق کردیم که به دنبال راه حل های موقت باشیم که زنان حرفه‌ای شجاع ما بتوانند دوباره به کار خود بازگردند. وقت ما تنها با مردان کار میکنیم، پس نمیتوانیم به آسیب پذیرترین مردم افغانستان از جمله زنانی که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده دارند رسیدگی کنیم. از سوی هم امارت اسلامی از جهان می خواهد که در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکند و در حال حاضر زنان در بخشهایی که نیاز اند سرگرم کارند.
در عرصه کار خانم ها باید بگوییم که در تمام اداراتی که نیاز به استخدام آنها هست، نیاز به کاری آنها هست، آنها کار میکنند، مصروف هستند. شما در جریان هستین که در وزارت صحت، در وزارت معارف، همچنان در وزارت مالیه، در ریاست پاسپورت، در میدانهای هوایی و در عرصه های مختلف دیگر. پیش از این بخش سازمان ملل متحد در نامه خطاب به زنان و دختران افغانستان گفته است که از مجموعه 70% کارمند زن این سازمان، 55% زنان افغانستان هستند و این سازمان متحد به پشتیبانی از زنان و دختران این کشور است. وزیر داخل ایران گفته است که آب در دریای هلمند وجود دارد و از امارت اسلامی خواسته تا حقابه ایران را بپردازد. از سوی هم کابل میگوید که افغانستان از بحر خوشسالی با کمبود آب روبروست، اما به معاهده 1351 متحد است. وزیر داخله ایران در سخنان درباره حقابش از دریای هلمند گفته های امارت اسلامی را از بحر نبود آب در دریای هلمند رد کرده است. و نقل از رسانه های ایرانی، احمد وحیدی گفته است که آب کافی در دریای هلمند وجود دارد و از کابل خواسته است که حقابه ایران را بپردازد. مشکلاتی که اوها در زابل و زاهدان دارند همراه اهل تسنن، ایر میخواهد گره بزنه گویا موضوع معضله آب هست. ایرانی ها در طول 50 سال آبهای افغانستان را مفت بردن. آیا مازاد حقابه را اوها بر ما امتیاز دادن؟ معاون سخنگوی امارت اسلامی یک بار دیگر تاکید می‌ورزد که حکومت سرپرست بر بنیاد معاهده سال 1351 هجری خورشیدی متعهد است تا حقابه ایران را بپردازد. امارت اسلامی با حقابه ایران که در معاهده 1351 درج شده متحد است، ولی نظر به خشکسالی های اخیر و همچنان ای که رسوبات و چیزهای مختلف در بندی کجکی جمع شده و آبها هم به اون اندازه کافی وجود نداره. همزمان با این، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده ای امریکا در امور صلح افغانستان در رشته تویت های رهبران ایران را متهم به اقدامات خصمانه در قبال افغانستان می کند و می گوید که مقام های طالبان به طور شگفت‌انگیز نسبت به این موضوع خشتن دارانه و دولت مردانه رفتار می کنند. در صورت که دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان با هم به تفاهم نمی رسد، اینها می توانند از سازمان ملل متحد و یا کشور ثالثی که مورد اعتماد هر دو طرف باشد دعوت به عمل آید تا از نگاه تکنیکی این مسئله حل و فصل گردد. ایران در حال بر تامین حقابه‌اش از دریای هلمند تاکید دارد که کشاورزان و باشندگان هلمند نیز با کمبود آب روبرو هستند و خشکسالی ها زمین های کشاورزی این ولایت را سخت زیان رسانده است. نماینده دائمی پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان برداشتن تحریم ها بر افغانستان شده. منیر اکرم در سخنان گفته که بیش از 90% مردم افغانستان با فقر روبرو اند و جهان نباید اجازه دهد تا مردم افغانستان در اوضاع بد اقتصادی به سر ببرند. در این میان وزارت اقتصاد میگوید که اگر پول های منجمد شده یک کشور آزاد شوند، میزان فقر در کشور نیز کاهش خواهد یافت. در ادامه خواست‌ها بر آزادسازی دارایی‌های افغانستان، این بار نماینده دائمی پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواهان برداشتن تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان شده است. منیر اکرم گفته است که با آزاد ساختن دارایی‌های افغانستان، اقتصاد این کشور می‌تواند با شتاب بازسازی شود. تقریبا 95% از جمعیت افغانستان در فقر شدید بسر می برند. حتی زمانی که ما به دنبال تضمین حقوق زنان و پایان دادن به هراس افغانی در داخل و خارج از افغانستان هستیم، جهان نمی تواند اجازه دهد که مردم افغانستان به فقر طولانی مدت دچار شوند. اقتصاد افغانستان باید به سرعت از طریق آزادسازی دارایی های این کشور احیا شود. با این حال وزارت اقتصاد بار دیگر میگوید که اگر دارایی های افغانستان آزاد شوند، میزان فقر در کشور کاسته خواهد شد. یکی از عوامل اصلی فقر در افغانستان منجمد ماندن دارایی مردم افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا هست. تقاضای ما از جامعه جهانی است که کمک های انکشافی به افغانستان مورد توجه قرار بگیرد. اما علت‌های ادامه تحریم‌ها بر افغانستان چیستند؟ بعضی موارد دیگر هم از جانب دولت افغانستان سر می‌زنند، از جمله حاکمیت افغانستان، که باعث میشه که کمک‌های دنیا نبیاید به افغانستان و فقر دامن بکشه و از 97 به بالا بره. مثلا روی ناشایسته که
دولت در مقابل زنها انجام میده و مزدود شدن مکتب مکاتب. طالبان بتوانند که از این تعذیرات خارج شوند و از لیست دفتر کنترل دارایی های خارجی شورای امنیت سازمان ملل متحد 1267 و همچنان لیست سیای اتحادیه اروپا، اینا باید از لحاظ دیپلماسی صحبت های خود را ادامه بدن. به تازگی دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ی سازمان ملل متحد گفته است که در سال جاری میلادی برای کمک به نیازمندان در کشور به 170 میلیون دلار نیازمند هستند. با ادامه خبر ده خوش آمدید. بر بنیاد پژوهش یک نهاد آمریکایی، کارگیری از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان زیانبار است. بررسی‌های برخی از پژوهشگران آمریکایی نشان می‌دهند که نوجوانان 13 تا 17 ساله بیشتر سرگرم کارگیری شبکه‌های اجتماعی هستند و این کار سلامت روان آنان را سخت زیان می‌رساند. بر بنیاد بررسی پژوهشگران آمریکایی، 90% جوانان، یعنی نوجوانانی که میان سنین 13 تا 17 سال قرار دارند، روزانه 9 ساعت با شبکه‌های اجتماعی سرگرم هستند. یافته‌های این پژوهشگران نشان می‌دهند که کارگیری نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی همچون تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک و شبکه‌های دیگر اعتماد به نفس جوانان را کاهش داده و اثرهای منفی بر سلامت روان نوجوان دارد. ما باید زمانی را که فرزندانمان در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند عاقلانه ارزیابی کنیم. سلامت و تندرستی آنان به توجهمان در این زمینه بستگی دارد. اما در سال‌های پسین نوجوانان در افغانستان نیز بیشتر در بکارگیری از شبکه‌های اجتماعی دلبستگی پیدا کردند. امروز جوانان باید برنامه دقیق داشته باشند، باید برای خود پلان برنامه‌ریزی بکنند، حالا پلان در نظر بگیرند، هدف تعیین بکنند، در کنار ای که هدف برای خود تعیین کردند باید اینا راه‌های متعدد را بیابند که چگونه به اهدافشان برسند. اما علت رو آوردن نوجوانان در افغانستان در بکارگیری از شبکه‌های اجتماعی چیست؟ بیکاری، جوانی که بیکارمان میره به سمت شبکه‌های اجتماعی. دوم، به انگیزه بودن برای درس و برای تحصیل و برای اینا. فکر میکنه اگر درس بخونم چی تغییر خواهد کرد. و بس سوم، فرصتی که خیلی زیاد در اختیارشان گذاشته میشه، مثلا اجازه دادن بیشتر پدر و مادر و فامیلا برای ازی که برن استفاده بکنن از شبکه‌های اجتماعی. سی عنصر در زندگی اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی بالای اقشار جامعه تاثیر دارند. اول فضا، دوم زمان و بالاخره محتوا. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که راهکارهای تازه را برای چگونگی از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان مد نظر گرفته است. موږ باید کار وکړو، بدیل ته ځوانان دې ته تشویق کړو چې د کتاب و مطالعه ته مخه کې، همدا ډول داسې کارونو ته مخه کې چې هغه دوی ته یو سالم، یو خوندي چاپېریال برابر سي. از سوی هم فعالیت‌های اجتماعی، اطلاع رسانی، یافتن دوستان تازه، به اشتراک گذاشتن خلاقیت‌ها و اثرهای هنری و بخش‌های دیگر از موارد هستند که در بکارگیری از شبکه‌های اجتماعی سودمند پنداشته می‌شوند. کارگران روزمزد در هرات از چالش‌های اقتصادی و نبود کار شکایت دارند. به گفته این کارگران، به علت نبود کار زندگیشان دشوار شده و حتی نان برای خوردن ندارند. اما مقام‌های محلی هرات اطمینان می‌دهند که در آینده نزدیک با آغاز کار چند پروژه کلان اقتصادی در این ولایت بیشتر کارگران مصروف به کار خواهند شد. باز هم خوش آمدید. سفیر چین در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست گفته است که بیجینگ به دنبال تقویت روابط با کابل است. در این گزارش بیشتر ببینید. در چند روز پسین وانگ یو سفیر چین با شماری از سرپرست وزیران حکومت سرپرست در کابل دیدارهای جداگانه داشته است. آقای یو با سرپرست وزیران وزارت تحصیلات عالی، داخله و به تازگی با وزارت خارجه درباره گسترش روابط دیپلماتیک و از میان برداشتن مشکلات شهروندان افغانستان در بخش ویزه گفتگو کرده است. از مونږ تقاضا بده وي چې چین په افغانستان کې هغه ډول چې دوه مستقل هیوادونه یو له بل سره روابط ساتي، یو د بل په هیواد کې اقتصادي پروژې تطبیقوي، په هغه برخه کې کار وکړي او د افغانستان هغه اصلي واقعیت درک کړي او په هغه اساس او په هغه پالیسي باندې بیا افغانستان ته داخل شي.
با بازگشایی مجدد سفارت چین در کابل، دیدار مقام‌های چینی با حاکمان کنونی در میان همسایگان افغانستان و علاقمندی این کشور در بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با حکومت سرپرست افزایش یافت. اما چین در افغانستان به دنبال چی است؟ چینایی ها می خواهد چون رقیبش هند هم هست از نگاه اقتصادی بنان اهمیت خاصی را برش قائل است بر افغانستان و می خواهد از نگاه اقتصادی در اینجا بعضی پروژه ها را عملی بسازه و از نگاه امنیتی هم افغانستان جایگاه خاصی به چینایی ها داره. افغانستان مشخصیتش است که به یک مدت روسا در افغانستان بودن و به یک مدت امریکایی ها در افغانستان بودن. بر بار اول چین نفس آرام میکشه از طرف افغانستان و اما میخواهد که در اینجا ثبات باشه. از سوی هم میزان سرمایه گذاری چین با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان بلند رفته است و بازرگانان چینی در بخشهای گوناگون به ویژه معادن وعده سرمایه گذاری های هنگفت داده اند. د شعارونو وخت نه دی د افغانستان د دولت او د افغانستان د جغرافي د پاره افغانستان هر څه ته ډیر اشد ضرورت لري د هېد د چین او ورسره د نورو ګوانډي او لورو هیوادو څخه غواړو چې څنګه لازم وي د افغانستان د اولس او حکومت سره هر راس همکاري ولري. د ما از بازگشایی سفارت چین در افغانستان میگذرد. سفیر چین پیش از این در یک نشست خبری در کابل گفت چین برای به رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان از امریکا پیروی نمی کند. اما چین به رسمیت شناسی امارت اسلامی را به ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران و پیکار با هراس افغانی مشروط کرده است. پیدامه خبرده در تلو نیوز خوش آمدید. کارگران روزمزد در هرات از چالش های اقتصادی و نبود کار شکایت دارند. با گفته این کارگران به علت نبود کار زندگیشان دشوار شده و حتی نان برای خوردن ندارند. اما مقام های محلی هرات اطمینان می دهند که در آینده نزدیک با آغاز کار چند پروژه کلان اقتصادی در این ولایت بیشتر کارگران مصروف به کار خواهند شد. غلام رسول 4 ساعت می شود که اینجا برای پیدا کردن کار انتظار می کشد. هرچه آفتاب به سوی غروب نزدیکتر می شود، امید او برای پیدا کردن کار کمتر می شود. غلام رسول که نان آور یک خانواده 5 نفره است، در ماهای پسین به علت نبود کار با ناداری روبرو شده است. ما دیگه از هیچی از امارت اسلامی نمایه فقط کار مایی. اگر به سر ما روز سنگ کش میکنه، اگر به سر ما واقعا هر کار میکنه فقط به خاطر 4 تا نون که ما شو ببرن دست قلی بکنه نره. کارگران زیاد همانند غلام رسول از بام تا شام اینجا در کنار جاده منتظر پیدا کردن کار هستند، اما کار نیست. بیشتر این کارگران که مسئولیت خانواده هایشان را به عهده دارند، شبها با دست و جیب خالی به خانه برمیگردند. از سر صبح موقع از آن صبح آمدیم تالان واسیدم که برم سر کار. کار نیم ده گشنه و تشنه دیشب تالا گشنه با صبح می آییم، یعنی تا به ساعت 4 بجه قریب ما می جمی سکیم. خب کار نیه به مثل جلو. مسئولان محلی هرات می گویند که با آغاز کار چند پروژه کلان اقتصادی در ماهای پیش رو بیشتر کارگران این ولایت مصروف به کار خواهند شد. دوی پروژه مرتله اصلا دلارو انشاءالله دا دوی پشو دا پروژه پشرو که دو سره به ټول هیوادوال پر کار باندې کیږي او دا دوی روزمره کارونه به پر لارې ولیږي، مشکلات به حل کیږي. در نزدیک به 2 سال پسین به علت چالش های اقتصادی فرصت های کاری در هرات کاهش یافته است. نبود کار زندگی این کارگران روزمزد را دشوار ساخته است. بیشتر این مردان که نان آور خانواده هایشان هستند، روزها می شود که کار نکرده و شبها دست خالی به خانه های خود برمی گردند. نمایشگاه تولیدات شهرک صنعتی هرات و ساخته های دستی زنان در شهر هرات برگزار شده. این تولیدات در 180 غرفه برای 3 روز به دید عموم گذاشته شدند. صاحبان صنایع خواهان جلوگیری از واردات کالاهای همانند تولیدات داخلی از کشورهای همسایه هستند. نمایشگاه سالانه تولیدات شهرک صنعتی هرات به هدف بازاریابی و معرفی تولیدات داخلی برای 3 روز برگزار شده است. 120 قرفه از بخش آقایون و فابریکات و 70 قرفه از بخش خانمایی در بخش صنایع دستی.
صاحبان صنایع نگران واردات کالاهای همانند تولیدات داخلی از کشورهای همسایه هستند. همسایه که در گوشه و کنار ما قرار داشتم اجناس اینا و وارد افغانستان میشد و امروز هم به مو شک هنوز ادامه داره. کسایی که مثلا بعض اقلام قید کرده داره دوا و غذا با آن هم از طریق مرزا قاچاق وارد کشور میشه. در یک نمایشگاه جداگانه ساخته های دستی زنان در 60 غرفه به نمایش گذاشته شدند. زنان و دختران متشبث در هرات از بهر بهبود کاروبارشان خوشحال هستند. ما هر بار نمایشگاه برگزار کردیم تعداد خیلی از خانمایی که کسب و کار نداشتن اونا هم علاقمند شدن. غازمند اینا این که امارت اسلامی خانما رو حمایت کنه. همین تجارت پیشه‌ای که هستیم از زمینی که مثلا ما شروع می‌کنیم از کم به زیان. مقام‌های محلی هرات می‌گویند که حکومت سرپرست از تولیدات داخلی پشتیبانی می‌کند. با گفته والی هرات برای رشد تولیدات داخلی حکومت به صنعتکاران سهولت‌های بیشتر فراهم می‌سازد. هدف ما در کوتاه مدت همین است که مرزها از ورود اموال قماش و مشابه و غیر معیاری و بدون استاندارد بند کنیم. با گفته صنعتکاران در این اواخر یک بار دیگر چرخه صنعت در هرات به گردش درآمده است. اتاق صنایع و معادن هرات میگوید که این ولایت در چند بخش از جمله نوشیدنی های غیر الکلی، لبنیات، آرد، مواد غذایی از جمله کیک و کلوچه و سنگ های ساختمانی به خود کفایی رسیده است. رئیس دانشگاه اورسکون میگوید که 11 سال از تأسیس دانشگاه این ولایت میگذرد اما تهنوز هم ساختمان ندارد. با گفته وی به علت نبود ساختمان دانشجویان در تعمیرهای تعلیمات تکنیکی و مسلکی آموزش میبینند. دانشجویان این دانشگاه نیز میگویند که به علت نبود محیط سالم با چالش‌های زیادی روبرو هستند. همزمان با این ولی اورسکون چالش‌های دانشجویان را میپذیرد و از تلاش‌ها برای رسیدگی به آن خبر میدهد. بریالا انصاری گزارش میدهد. رئیس دانشگاه اورسکون میگوید که دانشگاه این ولایت 11 سال پیش در زمان حکومت پیشین ایجاد شد اما تا کنون بدون ساختمان فعالیت میکند و دانشجویان در ساختمانهای تعلیمات تکنیکی و مسلکی آموزش میبینند. به گفته او در این دانشگاه هم اکنون 5 دانشکده فعال است و در آن 2000 دانشجو سرگرم آموزش هستند. د پوهنتون د پاره مرد تپیل حاله د پاره مشخصه و دانی نلرو مرشد کمپل هر از مرد پوهنتون وجود دی د معرف په بعضی ودانوی که دی انجینی تخنیکی و مسلکی په ودانوی که دی. شماری از دانشجویان دانشگاه اورسکون نیز نبود ساختمان در دانشگاه و خوابگاه را از چالش های جدی در روند آموزش خود می دانند و از مسئولان می خواهند که به این چالش ها رسیدگی کنند. رباتوار نشته دیگه چه دیگه تا په غوز ماتم بوز رباتوار تم بوز تا یو چیک را وکای ځکه چې رباتوار نه لري استاد نور که تکړه دی مر دوه نه پیسې نه لرو چې هم وتاک وچلو هم د ډوډۍ مصرف وکړو او مثلا نور ډېر د کتابو مصرف وکړو. د لارې مصارف دي که دلته لیلیا دوی ته برابره سي ډېر شیان د دوی د غاړې څخه اوړي نه نو دوی بیا ډېر وسا کېږي ورسره. با این حال والی اورسکون نبود ساختمان در دانشگاه این ولایت را میپذیرد و برای رسیدگی به این چالش نیز اطمینان میدهد. ټول سهولتونه د برابرولو په خاطر باندې زه خپل مرکز ته سفر لرم چې د لوړو زده کړو وزیر سره او همدارنګه رئیس الوزرا سره او په خپل امیرالمومنین شیخ صاحب سره د پوهنتون ستونزه له نږدې نه شریکه کړم. بر بنیاد اطلاعات مسئولان ولایت اورسکون 6 سال پیش در زمان حکومت پیشین کار ساخت و ساز یک تعمیر در دانشگاه این ولایت به هزینه 33 میلیون افغانی در شهر ترینکوت آغاز شد اما به علت بروز اختلاف‌ها بر سر زمین میان مردم محل و حکومت روند کار ساخت و ساز آن متوقف شد. باشندگان ولسوالی سنگین هلمند میگویند که بر اثر جنگ‌های گذشته ساختمان‌های تمامی مکتب‌ها در این ولسوالی ویران شده و فرزندان آنان از آموزش محروم ماندند. این باشندگان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در راستای بازسازی مکتب‌ها در این ولسوالی اقدام عملی کنند. با این حال مسئولان محلی هلمند از آغاز کار بازسازی 5 مکتب تخریب شده در ولسوالی سنگین این ولایت خبر می‌دهند. مجیب الرحمن که دانش آموز مکتب هاشم سروانی در ولسوالی سنگین هلمند است میگوید که از اثر جنگ های پسین این مکتب ویران شده و سوانح تمامی دانش آموزان نیز از بین رفته است. این دانش آموز از آغاز کار بازسازی مکتبش ابراز خرسندی می کند و از مسئولان محلی هلمند خواستار بازسازی تمامی مکتب های ویران شده است. دانه و دانی مرتجوره که مرتجوره که مرتجوره که مرتجوره که مرتجوره که مرتجوره که مرتجوره که
از سوی دیگر شماری از باشندگان ولسوالی سنگین هلمند آغاز کار بازسازی 5 مکتب در این ولسوالی را بسنده نمیدانند و از مسئولان میخواهند که در کنار بازسازی مکتب های این ولسوالی پروژه های انکشافی را نیز عملی کنند. موږ غواړو چې د موسساتو څخه د لوړو مقاماتو څخه چې موږ ته دغه ودانۍ را جوړه کړي اوس یې پیلن یو لږ کار شروع سوی دی. موږ وایو چې نور کار هم پر شروع شي، نور موږ ته نور پرمختګ کارونه نور هم پشکې اوسي. موږ ډېرې ښوونځۍ لرو چې هغه ټولې ویجاړې سوې دي او اوس بیا دغه نوی کس چې دا اوس راغلی دی دا ښوونځۍ جوړوي، نو موږ غواړو چې زموږ نورې ښوونځۍ هم راته تسبیب کی هغه نور هم راته پاله کی. سنگین ولسوالۍ کې د مرکزي لیسې تر څنګ نور ښوونځي هم ودان کی جوړې کی او د ښوونکو مشکلې ورته حل کی، د کتابو ستونزه ورته حل کی. دلته درسونه ویله بیا دا بمبار سو امریکایانو بمبار کی ډیر خرابی ورسولې. با این حال رئیس معارف هلمند میگوید که در یک اقدام تازه در ولسوالی هلمند کار بازسازی 5 مکتب را به ارزش 7 میلیون افغانی آغاز کردند که به زودی تکمیل خواهد شد. اوس په حال د سنگین پولیسوالی کې دوه دانی لیسی هغه د سره سره غول کیږي او کار یې نن شروع سو او د دې سره درې دانی شونځي د هغه لپاره احاطوي دیوالونه او تشنابونه ترمیماتي برخه کې د هغه کاروان. بر بنیاد آمار ریاست معارف هلمند از میان 17 مکتب در ولسوالی سنگین تنها یک مکتب ساختمان دارد و سایر مکتب ها بر اثر جنگ های سالهای پسین ویران شده اند. مسئولان محلی نیمروز میگویند که در 5 ماه گذشته بیش از 1600 معتاد مواد مخدر را برای درمان به کندهار فرستادند. این مسئولان میافزایند که هماکنون 90% از معتادان مواد مخدر شهر زرنج و ولسوالی های نیمروز گردآوری شدند و پروسه گردآوری همچنان جریان دارد. با این حال باشندگان این ولایت از گردآوری معتادان مواد مخدر ابراز خرسندی میکنند و از حکومت سرپرست میخواهند که در راستای جلوگیری از برگشت دوباره این افراد به اعتیاد تلاش کنند. اینجا یکی از مناطق شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز است که تا چند ماه پیش محل زندگی معتادان مواد مخدر بود، اما اکنون هیچ نشانه ای از معتادان در این محل دیده نمی شود. فرماندهی امنیه نیمروز می گوید که پس از راه اندازی کارزار گردآوری و درمان معتادان، شهر زرنج مرکز این ولایت از وجود معتادان مواد مخدر پاک شده است. پدې پنځو میاشتو کې تقریبا 1600 کسان موږ ته تداوی لپاره استولې دي او نور هم دا پروسه ان شاء الله دوام لري. باشندگان شهر زرنج خرسند هستند که این شهر از وجود معتادان پاک شده است، اما از حکومت سرپرست میخواهند که برای جلوگیری در راستای رو آوردن دوباره معتادان به مواد مخدر برنامه عملی داشته باشند. این یک اقدام خیلی خوبی است که دولت توانسته مثلا معتادین از ولایت نیمروز جمع کنه و ولایت قندهار انتقال بده. با معتادین در پشت مکاتب، در بغل انستیتوت، شفاخانه بسیار مردم با مشکلات مواجه بودن. وقتی اینا رو میدیدن یک طفل انگیزش خراب میشد. معتادین طول و مشخص مراکز تا طول که نه واجه دویل تا طول که بلکه دوی از سپاساسی دول بند معالجه و تداوی بود که با این حال فرماندهی امنیه ولایت نیمروز میگوید که روزانه ده ها معتاد در میان مهاجران اخراج شده از ایران وارد شهر زرنج میشوند و آنان این افراد را پس از شناسایی زیر درمان قرار میدهند. کوشش کو کمرونه چی دی ایران که ژوند کی یا په دې عمل باندې روز دیدی دو دوی د پار هم یو پروسه لور ان شاء الله دوی چې د خوراس یو دوی انتقال کو د تداوی د پار. پس از فرمان رهبر امارت اسلامی درباره مبارزه با مواد مخدر، مسئولان حکومت سرپرست روند گردآوری و درمان معتادان مواد مخدر را در سراسر کشور آغاز کردند. شماری از باشندگان جوزجان میگویند در نتیجه خشکسالی‌های پسین آسیاب‌های آبی در این ولایت از فعالیت باز ماندند. با گفته آنان هم‌اکنون مکان‌های آسیاب‌های آبی به مترشویی و زمین‌های زراعتی تبدیل شده. با این حال ریاست زراعت و آبیاری جوزجان نیز از بین رفتن آسیاب‌های آبی را در این ولایت تایید می‌کند و می‌گوید که به علت خشکسالی‌های پسین مردم گندم خود را در آسیاب‌های برقی آرد می‌کنند. یک بار پیلن آسیابی بود، یک خشکسالی آمد، بارندگی نشد، او نامد، باز رو چپک کردیم، رزق آوردی برادر بودیم، پس جایش چپک کرد و اینا که مترشوی جور کردیم. آسیابی که جوزجان آب نیستن دیگه، آب نباشه مشکل است که مثلا آسیاب آبی را چالان کنه.
شماری از دامداران در پکتیا از افزایش بیماری جلدی مواشی در این ولایت نگرانی میکنند و از مسئولان میخواهند که از گسترش این بیماری جلوگیری کنند. و گفته دامداران این بیماری از پاکستان وارد کشور شده و در صورت عدم پیشگیری مالداران با زیانهای هنگفت روبرو خواهند شد. دستوری هم مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری پکتیا از آغاز تطبیق 100 هزار دوز واکسین برای پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری حیوانی در این ولایت خبر میدهد. شماری از دامداران در ولایت پکتیا از شیوع بیماری های پوستی حیوانی ابراز نگرانی می کنند. این دامداران اکنون از مسئولان می خواهند که از ورود مواشی بیمار و شیوع این بیماری جلوگیری کنند. پاکستان است مالون راضی بودی که مال که مرسته. افغانستان مال تم خطر تر زیاد محسوسی. اوس آواز ورس تری که گرمی گی ده گرمی دو پو موسم که در مرض زیاده گی. باید دقا مالداران سر زراعت نوری کمکی و که خلق مالون سر سو مخ که خلق دیر دستونی سر مخمخ شویده. خلق دیر زوبل شویده. بوسواله یعنی طولی پاتی وی. در مرض زیاده دیر خلق تا توانون نقصانون ورسدن. از سوی دیگر ریاست زراعت آبیاری و مالداری پکتیا علائم بیماری پوستی در این ولایت را تایید میکند و میگوید برای جلوگیری از این بیماری روند تطبیق 100 هزار دوز واکسین را آغاز کرده است. تقریبا 1 لک دوز در تک واکسین مو غوښتنه ترې کړې و او راوړې دي او هغه هم انشاءالله روان ده په اکثره ورسوالۍ او په مرکز کې روان ده هغه تطبیق او همدارنګه کوم حیوانات چې د پاکستان له خوانه راوړل کېږي هغه ته موږ په قرنطین کې ډاکتران لرو. بیماری پوستی حیوانی یا لمپیسکن سال پار هزاران مواشی را در بسیاری از ولایت‌های کشور از جمله پکتیا از بین برده و زیان‌های هنگفت مالی را به دامداران وارد کرده است. بهرام صدیقی پس از برکناری فضل محمد شهاب به حیث سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان تعیین شده. مقام‌های فدراسیون فوتبال به ویژه مسئولان کمیته اجرایی نهاد میگویند آنان بر روز سه‌شنبه هفته روان در نشست اجرایی نهاد نظر به اساسنامه فدراسیون فوتبال که تصویب شده فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا است آقای شهاب را برکنار کردند. این تصمیم فدراسیون فوتبال از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز تایید شده، اما فیفا تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده. از سوی هم فضل محمد شهاب سکرتر جنرال پیشین فدراسیون فوتبال که در حال حاضر پناهجو در آلبانی است این تصمیم را خلاف اساسنامه فدراسیون فوتبال دانسته. بر روز سه‌شنبه هفته روان کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال افغانستان نشستی را در پیوند به برکناری فضل محمد شهاب سکرتر جنرال این نهاد که در حال حاضر پناهجو در آلبانی است برگزار کرد. نشستی که به برکناری آقای شهاب انجامید و این کمیته بهرام صدیقی را به حیث سکرتر جنرال این رشته در افغانستان معرفی کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز از برکناری آقای شهاب در سایت رسمیش خبر داد و بهرام صدیقی را به حیث سکرتر جنرال تازه فدراسیون فوتبال افغانستان به رسمیت شناخت. اما فیفا تا اکنون در این باره ابراز نظری نکرده است. موردی که واکنش ها و نگرانی های بیشتری را در میان هواداران، آگاهان فوتبال به ویژه آقای فضل محمد شهاب سکرتر جنرال پیشین را در پی داشت. آقای شهاب در برگه فیسبوکش پس از برکناریش از سوی فدراسیون فوتبال کشور چنین واکنش نشان داد. تصمیم غیرقانونی خلاف اساسنامه فدراسیون فوتبال افغانستان تحت فشار امارت اسلامی. اما فدراسیون فوتبال کشور میگوید که این تصمیم روی اساسنامه فدراسیون فوتبال که از سوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا تصویب شده در قبال فضل محمد شهاب گرفته شده است. دیروز به ارتباط تقرر سکرتر جنرال جدید تصمیم اتخاذ شد مطابق ماده 40 و 38 اساسنامه فدراسیون فوتبال افغانستان هیئت اجرایی تصمیم گرفت تا یک شخص دیگری که جناب دکتر بهرام صدیقی هست، یکی از اعضای مسلکی و سابقه دار فدراسیون فوتبال افغانستان هست و ارتباط خیلی خوبی هم در بخش کاریشان با فیفا و اف سی برقرار کرده، اونا را به صفت سکرتر جنرال جدید معرفی کردند. از سوی هم عبدالله المطیری سرمربی کویتی تیم ملی فوتبال افغانستان در برنامه ستایشی که برای او از سوی کمیته ملی المپیک برگزار شده بود میگوید که تمامی فیصله ها از سوی فدراسیون فوتبال صورت میگیرد و حکومت سرپرست هیچ گونه دخالت در امورات این نهاد ندارد. پیام من بر فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و المپیک جهانی و دیگر نهادهای بیرونی این است که حکومت هیچ در ورزش دخیل نیست و هر فیصله‌ای که گرفته می شود از سوی فدراسیون فوتبال و المپیک گرفته می شود.
مقام های اداره ورزش در این برنامه ستایشی از مربی کویتی تیم ملی فوتبال خواهان همکاری نهادهای بین المللی در پیوند به ورزش کشور شدند. شیخ احمد الفهد الصباح در آسیا المپیک شورا رئیس او شیخ جوان بن حمد آل ثانی در قطر المپیک رئیس شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی در قطر هیواد د فوتبال فدراسیون رئیس او د عبدالله متویری په توسط باندې چې زمور سره لکه ما چې نمونه یاد کړ نور سره همکاری وکړي او زمور د ورزشکارانو حمایت وکړي ځکه کارګر صاحب یاد کړ ورزش سیاست سره هیڅ تعلق نه لري. گفتنیست پیش از این مسئولان ولایتی این رشته گفته بودند که تنش‌ها در فدراسیون فوتبال سبب شده است تا ماه‌ها انتظار ضمن تطبیق نشدن برنامه‌های این رشته در سطح داخلی حقوق ماهانه‌شان از سوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا پرداخت نشود. و به همین طریق رسیدیم به پایان خبرده. از همراهیتان سپاسگزارم. تا بعد شب بخیر. شب روزتون بخیر. خدا نگهدار.